عرض ادب و احترام به شما عزیزان جان، با یک بسته تحلیلی دیگه رسیدیم خدمت شما خوبان. در آغاز با آقای واحدی همراه میشیم با برنامه با عنوان نبش قبر پدر عروس خامنه ای برای دادن فتوای کشتار، و در بخش بعدی هم میپردازیم به صحبت های وزیر اطلاعات اسرائیل که گفته اعتقاد دارم که تغییر در ایران به زودی رخ میده. تا پایان این برنامه با ما همراه باشین. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدن. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. آقای واحدی، در این برنامه با توجه به اتفاقاتی که در این چند هفته رخ میده، میگه که ترسای خامنه ای به بیشترین حد خودش رسیده و حرکتهایی که عوامل جمهوری اسلامی دارن انجام میدن قطعا تأییدی بر این ترسه. ایشون در ادامه به موضوع اصلی برنامه میپردازه و میگه که جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه مردم رو سرکوب کنه داره به هر چیزی چنگ میزنه و میگه که همه عوامل حکومت دارن با استناد به صحبت‌های پدر عروس خامنه ای جوانان ما رو به اعدام محکوم میکنن و خامنه ای با عنوان رأس هرم سرکوب از این احکام قطعا لذت میبره. شما رو دعوت میکنم که این برنامه جنجالی رو از زبون خود آقای واحدی ببینین و بشنوین. دو تا موضوع کوچیک اول بگم. یکی به گسترش بازداشت ها که خود این هیچ نیاز به تفسیر و تعبیل و توجیه نداره، وحشت جمهوری اسلامی رو از فرارسیدن سالگرد نشون میده. مهم اینه که ما نشون بدیم به مردم که جمهوری اسلامی از قلت پایگاه مردمی خودش مطمئنه و تمام تلاشاشو به کار میگیره که تجمعات مردمی مثل سال گذشته شکل نگیره. این فقط نشانه های رفتار یک حکومتی که میدونه اگر سرکوب و زور نباشه، که البته اگر هم باشه خیلی مهم نیست، ولی به خوبی میفهمه که جز از طریق سرکوب با وقاحت تمام و با به جان خریدن رسوایی و آبروریزی فراوان، غیر از این باشه مردم میریزن تو خیابون و خاک جمهوری اسلامی رو توبره میکنن. حالا در ادامه فشارها دایی مهسا امینی بازداشت شده، پدر و مادر محمد حسنزاده بازداشت شدن و تعدادی از افراد، از آقای کرمی پدر محمد مهدی کرمی دو هفته از خبری نیست و بعض از افرادی که در زندان هستن ارتباطشون رو با خارج از زندان قطع کردن. تصور میکنن که از این طریق میتونن خللی ایجاد کنن در اراده برگشت ناپذیر مردم برای انداختن جمهوری اسلامی به مستراح تاریخ. این تردید درش وجود نداره، ولی خب جمهوری اسلامی عملا داره به مردم نشون میده که واقعا مستعصله، واقعا ترسیده از تجمعات مردمی. یک نکته هم چند تا از دوستان نوشتن برای من که الان بحث مهدی یراحی یک چک هست و یک آزمون هست برای هنرمندان در داخل و خارج از کشور که سکوت در برابر این جنایت و این دستگیری نشون دهنده وابستگی قطعی به حکومت و همراهی با یراحی نشون دهنده همراهی با مردم. دیگه هنرمندان اختیار خودشون رو دارن که ترجیح میدن نامشون در کنار نام ننگین و متعفن جمهوری اسلامی و حامیانش ثبت بشه یا در کنار مردمی که آزادی میخوان، شادی میخوان، رفاه میخوان، امید میخوان و سلحشورانی مثل مهدی یراحی جانشون رو در کف دست گرفتن برای اینکه مردم به این آرزوهاشون برسن. خب من قبلا در ویدیوهای مختلف صحبت کردم که جمهوری اسلامی به هیچ وجه پرنسیپ خاصی نداره که شما بگید که مثلا یک سری اصول و مبانی اخلاقی، ایدئولوژیک، قانونی، حقوق بشری، هر چی شما میتونید یک منیفستی داشته باشید، بر اساس منیفست پرنسیپ های خودتون رو تنظیم کنید. من بارها گفتم، تاکید کردم که جمهوری اسلامی اصلا هیچ پرنسیپی نداره، فقط یک اصل بر جمهوری اسلامی حاکمه و این اصل عدول ناپذیره. اون اصل هم حفظ حکومت به هر قیمت. این رو بارها گفتیم و شنیدیم و من برای اینکه نشون بدم که این اصل حفظ حکومته، بعضی از نمونه های حرف های خمینی رو گفتم، زمینی که بسیاری از عملکردها هم حتی اگر اون حرف های خمینی نبود، بسیار از عملکردها نشون میداد وقتی یک حکومتی برای حفظ خودش اخلاق رو زیر پا میگذاره، امنیت غذایی مردم رو زیر پا میذاره، امنیت غذایی رو زیر پا میذاره، هم امنیت غذایی یعنی خوراک مردم، هم امنیت غذایی یعنی قوه قضاییه،
به راحتی تهمت به مردم میزنه، خیلی راحت مدیران ناکارآمد خودی رو میذاره سر کار که باعث میشه که ثروت مردم از بین بره. اینا همش به نظر من تکلیف روشن میکنه که اینها فقط براشون حفظ حکومت به هر قیمت مهمه. این نیست که حکومت یک وسیله است برای اجرای یک اهدافی. یه موقع اینا میگفتن که ما یک انقلاب فرهنگی انجام دادیم، میخوایم فرهنگ جامعه رو اصلاح کنیم، و استناد میکنن برای اینکه بگن خیلی آدمهای دنیا گریزی هستن، هی استناد میکنن که حضرت علی وقتی که رفتن سراغش برای پذیرش مسئولیت خلافت بعد از کشته شدن عثمان، اومد اول که قبول نمیکرد و بعد که جمعیت کثیری جلوی در خونش رفتن اومد گفت لولا حضور الحاضر و ظهور الحجت به قیام ناصر لالقیت حبلها الی فلان، که اگر این همه جمعیت نبود و اگر حجت بر من تموم نشود به خاطر حضور این جمعیت، من اصلا این افسار حکومت رو رها میکردم. و بعد گفتش که ارزش این حکومت برای من از ارزش آب بینی بز کمتره، ولی اومدم که احقاق حق کنم، اومدم که امر معروف نهی از منکر را بنزم. از قول امام حسین میگفتن که من نیومدم جز آشوب بکنم در عاشورا، اومدم که اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی رسول الله و ابی امیرالمومنین. من اومدم که امر معروف کنم، نهی از منکر کنم و راه پدرم و جدم را ادامه بدم. حالا از این حرفا میگفتن، اما حالا میبینیم که برعکس شده، همه چیز قرار فدای این حکومت بشه، یعنی اصل حکومته. خب این در حرفای خمینی خیلی بود، اما حالا خمینی که گور به گور افتاده و مرده، خیلی جاها هم اگه لازم باشه تو سرش هم میزنن، تحقیرش هم میکنن، خانوادش هم تحقیر میکنن، اما یک سری قاتل اما به سر در واقع حکم دهنده خامنه‌ای دور برای خودش جمع کرده که مصباح یزدی بود، یه نفر بیرام خوشوقت بود، اینا احکام مربوط به قتل‌های زنجیره‌ای رو صادر میکردن و بعضی از افرادی که نسبتاً پشت پرده. خوشوقت کاملا مشهور بود، خوشوقت دخترش عروس خامنه ایه. من یه جا اشتباه نوشتم که خوشوقت و پدر عروسش، یعنی فرمان نوشت که اگه منظورت خامنه ایه، خامنه ای پدر داماد خوشوقته. من نوشتم نه، با توجه به سوابقی که خامنه‌ای در حمام منصوری داره و بچه‌هاش رفتن حلال زدن به خودش رفتن، پسراش بیشتر میتونن نقش عروس داشته باشن تا نقش داماد. ممکنه در خونه خودشون داماد باشن، اما برای خیلی میشن نقش عروس رو بازی میکنن. البته کلمه عروس حرمت داره، ولی به هر حال من اونجا چون یه سری طرفدارانش بودن برای تحقیرشون رو نوشتم. حالا بگذاریم. خوشوقت کسی بود که چند سال پیش فوت کرد، استاد اخلاق بهش میگفتن و دخترش عروس خامنه ای، عروس بزرگ خامنه ای هم هست، یعنی مصطفی خامنه ای داماد خوشوقت بود، که حالا مصطفی خیلی ظاهرا در امور حاکمیتی اسمش حداقل نیست، ولی پدر زنش اتفاقا خیلی نقش ایفا میکرد. بر اساس قول مشهور احکام قتل‌های زنجیره‌ای رو از خوشوقت گرفتن به عنوان یک مجتهد، مثلا استاد اخلاق. حالا یک آقایی داره صحبت میکنه از قول خوشوقت و ببینید چی میگه، خودتون ببینید چی میگه و که بفهمیم چرا اینجا هستیم و به کجا خواهیم رسید. امام صادق میفرماید فقیه حاکم به دا حکم به حکمنا، وقتی بر اساس مبانی ما دستور داد، رد علیه رد علینا، کسی که حکم رو رد کنه حکم ما رو رد کرد، رد علینا رد علالله، هر که حکم ما رو رد کنه حکم خدا رد کرده، و هو فی حد شرک بالله، دین ندارد. ببینید میگه که این دیگه مرحله رفته بالاتر. قبلا میگفتن حفظ حکومت اسلامی از همه چیز بالاتره، برای حفظ نظام میشه نماز رو تعطیل کرد، بهتان رو واجب کرد، شرب خمر رو واجب کرد، دروغ رو واجب کرد، جاسوسی رو واجب کرد. الان میگه اگه کسی کتبن یا شفاهن با فقیه حاکم مخالفت کنه، یعنی ببینید فقیه یک شخصیت حقیقی داره که خودشه، یک شخصیت حقوقی داره که میشه ولایت فقیه و حکومت اسلامی. خمینی میگفت کسی که با حکومت اسلامی مخالفت کنه، اونم دروغ میگفت، اونم مخالفت با خودش رو تحمل نمیکرد، ولی به هر حال میگفت کسی که با حکومت اسلامی مخالفت کنه. اینجا میگه کسی که با ولی فقیه مخالفت کنه. خب ولی فقیه میتونه یک شأن شخصی هم داره، کما اینکه اینها جزء، من قبلا گفتم جزء
حرفای روتینشون که برای فریب دادن مردم میگفتن این بود که وقتی پیامبر در جمع اصحابش میومد یه حرف میزد که جنبه دستوری داشت، مردم میپرسیدن یا رسول الله این حرف خودته یا وحیه؟ اگه میگفت وحیه میگفتن بسیار خوب سلام نامه قبول داریم چون وحیه، اما اگه میگفت حرف خودم میگفتن نه بشین بحث کنیم، مشورت کنیم، کار کارشناسی بکنیم. خب پس حتی شخص پیغمبر بر اساس دیدگاهی که اینا میگم زمانی که میخواستن مردم رو جذب کنن، حالا که خرشون از پر گذشت دیگه به هیچی خدا رو هم بنده نیستن، ولی بر اساس اون حرفا اینکه کسی با شخص ولی فقیه مشکل داشته باشه که اشکال نداره. میگه کسی که با شخص ولی فقیه مشکل داره نه تنها بدیاشو بگید، کارهایی رو هم که نکرده گردنش بندازید. خب حالا الان دیگه میشه به راحتی فهمید که این اعدام‌های سال گذشته چه مبنایی داشت. ما بگفتم حتی خودشون مثلا آیت الله مقتدایی که سالها عضو شورای عالی انقلاب فرهنگ، عضو شورای عالی قضایی بوده، در 10 سال رهبری خمینی یه شورای عالی قضایی بود که اون اداره کننده قوه قضاییه بود، شخص نبود، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و 3 تا فقیه عضو شورای عالی قضایی، اینا 5 تا میشستن تصمیم میگرفتن و رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور مجری مصوبات این شورای عالی قضایی بودن. خب مقتدایی تقریبا تمام 10 سال رهبری خمینی رو عضو شورای عالی قضایی بود و بعد از خمینی هم سالها دادستان کل کشور بوده، رئیس دیوان عالی کشور بوده، عضو مجمع تشخیص مصلحت، عضو خبرگان. حتی مقتدایی سال گذشته به احکام اعدام به خصوص حکم اعدام محسن شکاری اعتراض کرد. حالا غیر از اینکه افرادی مثل آقای برهانی و دیگران استدلال‌های حقوقی و حتی منطبق با قانون مجازات اسلامی آوردن که این حکم اعدام برای محسن شکاری غلط بوده، ولی افرادی مثل میگم مقتدایی اومدن گفتن که حکم غلط بوده و تطبیق نداره. حالا مشخص میشه که اونها دنبال این بودن که جنبه قضایی و حقوقی حکم رو ببینن که مثلا اینکه یه نفر رفته با یک چاقو یه لندهو رو ترسونده هیچ اتفاق هم نیفتاده، این جز موارد اخافت‌الناس تلقی نمیشه، جز موارد بغی تلقی نمیشه، نمیشه اعدام کرد. حالا مشخص شد، میگن هر کسی که با ولایت فقیه مخالفت کرده باشه، با شخص ولی فقیه، نه تو با ولایت فقیه، یعنی ببین یک کسی میگه من ولایت فقیه رو قبول دارم، حالا ولایت فقیه که اصلش یک گندابه، خیلی راحت من بشه بگم یک گنداب متعفنیه که سالهای سال این بوی گندش از روی اسلام هم برداشته نخواهد شد، حتی اینا که به مستراح تاریخ بیفته جمهوری اسلامی، این گنداب بوی تعفنش رو روی اسلام باقی خواهد گذاشت تا زمانی که و تشیع تا زمانی که مردم خودشون بخوان تسبیحش کنن مثلا. ولی اصلا نمیگه ولایت فقیه، میگه که اگر کسی با ولی فقیه مخالف باشه حتی کاری که نکرده میشه بهش نسبت داد و در جامعه منتشر کرد. خب با توجه به این موضوع دیگه شما تعجب میکنید که اگر به کسی اتهامی بزنن و اعدامش بکنن، به کسی اتهام جاسوسی بزنن، ببین دیگه فضا کاملا بازه، هر کس با ولایت فقیه میگه کتبن یا شفاهن مخالفت کرده، با ولی فقیه کتبن یا شفاهن مخالفت کرده باشه میشه هر تهمتی بهش زد. خب اگه یه نفر اومد خامنه‌ای گفت مرگ بر خامنه‌ای، یا اگر گفتش که توپ تانک فشفشه و بعد شغل علی خامنه‌ای رو گفت، بر اساس این تفسیری که آیت الله خوشوقت ملعون مقبور آتش به گور افتاده که شغل شب برای پسر بزرگ خامنه‌ای درست کرده، بر اساس تفسیر این شما میتونه هر تهمتی رو به کسی که یه شعار علیه خامنه‌ای داده بزنید، میتونید هر اتهامی رو منتسب کنید و دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی موظفه بر اساس این تهمتی که شما به ناحق زدید طرف رو محاکمه کنه، اعدام کنه، مجازات کنه، شلاق بزنه و غیره ذلک. خب من سوالم از شما اینه که از یک طرف خامنه‌ای به نیروهای خودش اجازه میده که آتش به اختیار هر غلطی خواستن بکنن، اون یک طرف ماجراست، از این طرف مردم عادی بر اساس این تفاصیلی کردن، حالا غیر از حرفای خمینی، بر اساس این چیزی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده و مستند هست به حرف آیت الله خوشوقت پدر عروس بزرگ علی خامنه‌ای که این آدم سالها نفوذ داشته و حتی احکام قتل‌های زنجیره‌ای رو این صادر کرده، یعنی اینقدر در حکومت نفوذ داره، به اون یک مجتهد مسلم حکم داره که اینا رو برید بکشید، برید مثلا کارون نجف زاده رو بچه 9 ساله رو اینقدر بهش چاقو بزنید که تیکه پاره بشه، برید فروهر و همسرش رو با 200 تا ضربه چاقو تیکه پاره بکنید و دیگران. خب اون آدم یک روایت هم برنا باقی گذاشته که اگر کسی مخالف ولی فقیه باشه
کتباً یا شفاهاً یا به هر نحوی مخالفت کرده باشه باید رسواش بکنید و حتی کارهایی که نکرده تاکید میکنه، دوبار تاکید میکنه این آدم. یه بار دیگه گوش کنید. اینجا کسی که مقابل فقیه حاکم وایسه دین نداره. خدا رحمت کنه مرحوم الله خوشبخت، ایشون یه روایت از کافی خوند، گفت ببین کسی که کتباً زباناً و عملاً با فقیه حاکم مخالفت کنه فاسقه و کارهایی که نکرده هم میشه بهش نسبت داد و جاده جامعه بخشید. خیلی قدر همجا دار. کارهایی که نکرده یعنی چی؟ یعنی هیچ حرمتی نداره. بله آفرین. یعنی فهمت این همین، یعنی کارهایی که نکرده. خیلی همجا. اینقدر حکومت اسلامی مهم. وقتی میگید حفظ نظام اوجب واجباته، وقتی میگید آقا تو حرم امام رضا دو سه سال پیش فرمودن چیه؟ یکی که فرمودن، فرمودن اولین و مهمترین معروف خدا ایجاد و حفظ حکومت اسلامیه. تو ولایت فقیه اصلی امام تو کتاب بیعشون امام میگه الاسلام هو الحکومه. اسلام اصلا یعنی چی؟ یعنی حکومت. کسی تو کاسه فقیه حاکم بزنه در جا ساقطه. خب این صحبت ها که من عرض کردم، خب این کاملا مشخص میکنه حکومت اسلام پس حق داره کسی رو که مخالف خودش هست به هر اتهامی متهم کنه و مجازات کنه. خب حالا حکومت اسلامی در و دیوار که نیست، آسمان که نیست، یه مش اراذلی هم مثل قاضی صلواتی، مثل هممنقل رهبر حسین شریعت نداری، مثل رادان، مثل همین هایی که تا به حال در ده ها پرونده، مگر همین افراد نبودن که از مازیار ابراهیمی و دیگران انواع اعترافات رو گرفتن و بر اساس این اعترافات احکام اعدام صادر شده؟ معنیش اینه که حکومت دو جور آتش به اختیار داره. یک سری آتش به اختیار که برن دزدی کنن، تجاوز کنن، تعرض کنن، بعضیش هم برن در اربعین. یک کلیپی من واقعا روم نمیشه پخش بکنم که میبینید تو کنار ذریح امام حسین یه آقایی آلت تناسلش در آورده داره میماله به خانم ها، که این تصویر اگر واقعا فکر کنید مثلا در یک گوشه گاو بازای اسپانیا یه همچین تصویری بود، خود خامنه ای و زیر دستاش چه علم شنگی را مینداختن. این همونیه که من خدمت شما گفتم، گفتم دوستان عزیز جمهوری اسلامی اومده یک معامله با طرفدارانش کرده، گفته که شما شرفت رو بفروش، زبانت رو هم اجاره بده به جمهوری اسلامی که با دستور جمهوری اسلامی به چرخ زبان، از این دوتا یعنی شرف رو بفروشی، زبانت رو هم کرایه بدی به جمهوری اسلامی، بعد دیگه سایر اعضای بدنت آزاد هر غلطی بکنید. خب این آتش به اختیار ها پس محدوده هم ندارن، از کتک زدن تا تجاوز تا اون حرکت زشت در کنار حرم، در کنار ذریح امام حسین، اینا آتش به اختیارن، آزادن. دسته دوم آتش به اختیار که خیلی خطرناکترن بر اساس این حرفا اینه که اجازه دارن به هر کسی هر تهمتی که خواستن بزنن. خیلی صریح میگه میگه کارهای نکرده رو بهشون نسبت بدید. خب این کار نکرده نسبت دارن، ببینید خاصیت تبلیغاتی که نداره، برای اینکه یه موقع جمهوری اسلامی خوشنام بود اگر میومد گفت واحدی فلان کارو کرده واحدی منزوی میشد، اما امروز با کار تبلیغاتی جمهوری اسلامی نه تنها کسی بدنام نمیشه بلکه هر کس هر چه سطح اتهام زننده بالاتر به نفع متهم. یعنی اگر خامنه ای علیه کسی صحبت کنه طرف برای مردم قدیس میشه، اگر رئیسی صحبت کنه یه مرحله پایین تر، حالا دیگه صدا و سیمای بدنام جمهوری اسلامی که هیچی. پس ببین که میاد میگه که شما حتی کار نکرده رو نسبت بدید فقط جنبه تبلیغاتی براش نداره، یا جور دیگه بگم جنبه تبلیغاتیش اصلا اثر نداره، یعنی امکان نداره هیچ کسی به خاطر تبلیغات رسانه‌ای جمهوری اسلامی یا حتی تبلیغات شخص علی خامنه‌ای که یکی از منفورترین، بدنامترین و فاسدترین عناصر تو این کشوره، برای کسی بدنامی نمیاره. پس اینا دنبال چی میگردن؟ میگن تهمت بزن. تهمت بزن کاری که طرف نکرده بهش نسبت بده که بره در یک دادگاهی محکومش کنی، حالا در درجات و مراتب مختلف، یا از دانشگاه طرف اخراج کنی یا مثل محسن شکاری اعدامش بکنی. پارسال چقدر افراد فریاد زدن که آقا هیچ سند محکمی در مورد اتهامات محسن شکاری وجود نداره. خب حالا مشخص شد اصلا سند لازم نیست. حکومت اسلامی ولی فقیه حق دارد، ولی فقیه و لاتهای دوروبرش، من حتی اطرافیان نمیگم، من اینکه اطرافیان که میگیم هیچ خونساس، ممکن آدم خوب باشه ممکن آدم بد، حتما باید بیم علی خامنه‌ای و اراذل و لاتهای اطرافش، اونها به هر کس خواستن تهمت میزنن و بر اساس این تهمت یک لات بی سر و پای مثل مقیسه که با اون همه فساد اخلاقی مشهور، یا قاضی صلواتی که بخش از فسادهاشو مرحوم روح الله عزم افشا کرد رسیدگی کنن و حکم اعدام بدن.
من اینجا هم یه پرانتز باز کنم، بر اساس قوانین جزایی جمهوری اسلامی اگر یک قاضی با یک متهم دعوای شخصی داشته باشه، اون قاضی حق نداره به پرونده اون متهم رسیدگی کنه. من روزی که اعلام شد که قاضی صلواتی قرار پرونده مرحوم روح الله عظم رسیدگی کنه، من گفتم بر اساس قوانین جزایی جمهوری اسلامی به خاطر اینکه روح الله عظم افشاگری های گسترده علیه قاضی صلواتی انجام داده، اصلا درست و غلطش مهم نیست، یک دعوای شخصی بین اینها هست و این دعوا بعد از اینکه قاضی صلواتی شده قاضی پرونده اتفاق نیفتاده که بگیم مثلا روح الله این کارو کرده که صلاحیت قاضی رو از بین ببره. نه، 2 سال قبل از اینکه روح الله دستگیر بشه اون افشاگری رو انجام داده و صلواتی به هیچ وجه صلاحیت نداشت. ولی خب در جمهوری اسلامی که هیچ چیز سر جای خودش نیست. پس ببینید دوستان، من از افراد تعجب میکنم که هنوز میشم میگن که آقا اگر در دادگاه رفتید این موارد رو تاکید کنید. نمیدونم حقوق میان مثلا مردم رو با حقوقشون آشنا میکنن. آقا تکلیف روشن کرد، از کافی، از کتاب کافی روایت میخونه به نقل از مرحوم آیت الله خوشوقت لعنت الله علیه، آتش به گورش، آتش به گور خودش و بچه های حرامزادش که الان نفوذ دارن در حکومت، که گفته که شما کسی که مخالف ولی فقیه صحبت کرد میتونید کاری هم که نکرده بشه نسبت بدید. این بازیه. حالا هنوز کسانی معتقدن که جمهوری اسلامی قابل اصلاحه؟ هنوز یکمش احمق در دنیا هستن که فکر کنم میشه با جمهوری اسلامی مذاکره کرد؟ آقا جمهوری اسلامی داره میگه دستش بازه، یعنی میتونه اگر قدرت پیدا کرد یک اتهامی حتی به یک مقام خارجی بزنه و یه بلای سرش بیاره. همونطور که الان این همه کسانی که حالا متوجه شد بعضی میگن که آقا جمهوری اسلامی چه مرضی داره اتهام جاسوسی بزنه، مشخصه برای اینکه میخوان از غربی ها انتقام بگیرن، میان بر اساس این همین مجوز شرعی که آفت الله و آیت الشیطان خوشبخت صادر کرده و اینم متکی به دیدگاه خمینی دجال حکم صادر میکنن و بازداشت میکنن، مجازات میکنن، زندان میکنن، اموال رو مصادره میکنن، اعدام میکنن، تو زندان میکشن و بعد میگن که این هم جزء کاراست. یعنی وقتی که میشه برای حفظ نظام دروغ گفت، خب برای حفظ نظام میشه آدم کشت و بعد دروغ و کشتنش رو تکذیب کرد، چون برای کشتن نظام که برای حفظ نظام که آدم کشی نه تنها مباهه بلکه لازمه، از ما دروغ هم که مباهه، پس میشه یه نفر کشت و بعد هم تکذیب کرد، مثل کاره که با جواد روحی کردن. خب ممنونم از همراهیتون دوستان. اینم قصه، چون این کلیپو من قبلا هم دیده بودم اما امروز به نظر رسید که صحبت کنم برای اینکه بدونیم با چه حکومتی مواجه هستیم. حکومتی که اگر تا این حد مردم اراده کردن بر سرنگونیش و فرو کردنش در مستراح تاریخ، علتش اینه که این حکومت هیچ مبنایی نداره، هیچ پرنسیپی نداره، برای خودشون حق قائلن که برای مخالف، بازم تاکید میکنم، نه مخالف ولایت فقیه و حکومت اسلامی، برای مخالف ولی فقیه، یعنی یک شخصی که با اون سوابق زشت و بدنامی های گسترده از دوره نوجوانی و جوانی تا بعد و سوابق این همه جنایت بعد از دوره رهبریش، به خاطر اون میشه تو هر تهمتی به هر کس زد و هیچ محدودیت هم نداره. ببین دوستان، وقتی میگه میتوانید کار نکرده را نسبت بدهید به کسی که مخالف ولی فقیهه، خب تو این کار نکرده اعدام، قتل میتونه باشه، تجاوز میتونه باشه، زنای محسنه میتونه باشه، همه چیزی که حکمش اعدامه و کمان که دارن این کار انجام میدن. ممنونم از همراهیتون، موفق باشید. رسیدیم به بخش دوم برنامه امروز. به زودی تغییر در ایران روی میده. گیل گامالیل وزیر اطلاعات اسرائیل درباره تغییر در ایران گفته که به باور اون چون این تغییر در آینده خیلی نزدیک رو میده و مردم عامل اون خواهند بود. خانم گامالیل در لندن با گروهی از نمایندگان رسانه‌های فارسی زبان گفتگو کرده. وزیر اطلاعات اسرائیل در پاسخ به این پرسش که مردم در ایران میگن چرا غرب کمک چندانی به ایرانیا برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی نمیکنه، گفته که اعتقاد قلبی داره که تغییر در ایران به زودی روی میده. خانم گامالیل افزوده که به نظرم این به زودی اتفاق میفته، زودتر از اونچه که بتونیم تصورش رو کنیم، چرا که شرایط از درون مردم تغییر کرده و عامل این تغییر خود مردم هستن. این تغییر قطعاً از جانب مردم روی خواهد داد و به نتیجه میرسه.
اون افزود این مسئله بسیار مهمه که مردم درک کنن اسرائیل از اونها حمایت میکنه و پشتیبان اونها هست. ما در آینده مشکلات اونها رو از جمله آلودگی هوا، آب، کشاورزی و همه فرصت‌ها مثل فناوری و بهداشت رو حل میکنیم. وزیر اطلاعات اسرائیل در این نشست گفت که اسرائیل در سالگرد کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات علیه جمهوری اسلامی با مردم ایران ابراز همراهی و همدردی میکنه. اون گفت مهسا امینی یک نماد شده. اون فراخوانی برای همه کسانیه که خواهان تغییر در ایران و آزادی برای ایرانیا هستند. خانم گامالیل درباره دلیل حضور خودش در لندن گفت که میخواد با اعضای پارلمان بریتانیا درباره ضرورت قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی مذاکره کنه. یک خبرنگار همچنین از وزیر اطلاعات اسرائیل پرسید آیا حال که اسرائیل سفارت‌هایی در اطراف ایران داره، آیا اراده‌ای در دولت این کشور وجود داره که یک سازوکار برای ایرانیان مشتاق به سفر به اسرائیل مهیا کنه؟ خانم گامالیل در پاسخ گفت ما درباره سفر ایرانیا به اسرائیل دیدگاه بازی داریم، چه با ویزا چه بی ویزا. بذارید اینطور بگم، با توجه به موقعیت من به عنوان وزیر اطلاعات اسرائیل، اگر اونا اجازه داشته باشن ما خیلی خوشحال میشیم. به افزود ما از ایرانیان برای سفر به اسرائیل و اورشلیم بسیار استقبال میکنیم. در آینده از ایران گردشگر خواهیم داشت و شاید هم از اسرائیل به ایران. دوستان عزیز، 25 شهریور هر روز نزدیک و نزدیکتر میشه. ما دنبال این نیستیم که دستی از بیرون بیاد و این آخوندها رو از سر کار برداره. قطعاً به نتیجه رسیدن یک انقلاب باید ابتدا در مغز ما انسانها و در تفکرات ما ایرانیا انقلاب رخ بده. قطعاً وقتی آگاه بشیم، بیدار بشیم و از جهل و خرافات کنار بگیریم، اولین انقلاب در درون خود ما رخ داده و بعد از اون خود به خود این نظام آخوندی از دور خارج میشه، چون هیچ دلیلی برای موندن خودش در ایران نمیبینه. آخوند 44 ساله که بر خرافات ما سواره و هم اکنون با بیداری و آگاهی ما ملت ایران وقت پیاده شدن و سرنگونی نظام فاشیستی آخوندیه. به پایان این برنامه رسیدیم. رفقای خوب، بسیار سپاسگزاریم که مثل همیشه با لایک ها و کامنتاتون از ما حمایت میکنین. تا برنامه بعد شما رو به ایزد یکتا میسپاریم. بدرود.